درباره موج اعدام‌ها و صدور احکام وحشیانه چشم درآوردن و بریدن گوش توسط دیکتاتوری آخوندی همزمان با نمایش‌های مسخره آخوند روحانی، دبیرخانه شورای ملی مقاومت اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است دشخیمان قضایی رژیم آخوندی در تهران در روز 15 مهر یک کارگر جوان زندانی را به مجازات وحشیانه کور کردن چشم و بریدن گوش محکوم کردند. در روز پیش از آن دو زندانی که یکی خواهرزاده دیگری بود در ملأ عام در شهر بابل اعدام شدند. در روزهای 7 تا 11 مهر ماه نیز 15 زندانی در زندانهای شهرهای بندرعباس، اردبیل، شیراز، شهر کرد و یزد به دار آویخته شدند. 5 تن از زندانیان به طور جمعی در زندان یزد و 6 تن از آنان شامل 2 برادر در روزهای 7 و 9 مهر در زندان اردبیل به دار آویخته شدند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت می‌افزاید آخوند صادق لاریجانی سردشتیم قضایی رژیم درباره ادعای دروغین باند روحانی در مورد آزاد کردن زندانیان سیاسی گفت برخی از رسانه‌ها گفتند فضا عوض شده اما نه برای فتنه‌گران. رژیم آخوندی غرقه در بحران‌های مرگبار به ویژه تعمیق شکاف در رأس نظام همزمان با ژست‌های میانتوهی اعتدال در وحشت از خیزش مردم به جان آمده چاره را از یک سو در توسل به تشدید اعدام و سرکوب و سوی دیگر در دستیابی به سلاح اتمی و مداخلات تروریستی و بنیادگرایانه در منطقه یافته است. نقل اظهارات جواد ظریف در مجلسگویی برای ولی فقیه ارتجاء در مجلس و اینکه تماس روحانی و اوباما و ملاقات خود وی با کری مورد اعتراض خامنه ای قرار گرفته و متعاقباً تکذیب مطالب کیهان خامنه ای از سوی ظریف به فضیحت تازه‌ای در جنگ گورکا تبدیل شده است. صحنه جدید جنگ گورکا بر سر خوردن زهر اتمی و مکالمه با اوباما با ساب بین المللی نیز پیدا کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره نوشت دیپلمات ارشد رژیم ایران به دنبال نقل قول اشتباه در مورد آمریکا به سری شد و گفت از اینکه روزنامه کیهان از او نقل قول غلط کرده بود ناراحت شده است. ارگان ولی فقیه ارتجا نیز در این زمینه نوشت طرفداران سازش با آمریکا جوری صحبت می کردند که انگار فردا صبح روابط ایران و آمریکا برقرار می شود. این یکی را تحویل بگیرند که وزیر خارجه دولت اعتدال وفاداری به ولایت را به اوباما و کری ترجیح داد. کیهان افزود نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس می گوید ظریف اشاره کرد ما فکر می کردیم مکالمه ها و گفتگوها در حدی که انجام شد در این حد مجوز داریم، ولی وقتی حضرت آقا اشاره کردند برداشت ما این است که ایشان اولا به گفتگوی اوباما با روحانی انتقاد دارند و این را یکی از اقدامات نابجا می دانند و طولانی شدن مذاکرات بنده و جانکری را احتمالات نابجای بعدی سفر می دانند. ارگان خامنه ای اضافه کرد در همین حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه نیست واکنش عجیبی به اظهارات صریح ظریف و گفته‌های نمایندگان نشان داد و برداشت نمایندگان از سخنان ظریف را دقیق ندانست. این در حالی است که اعضای کمیسیون امنیت گفتند ظریف فردی بسیار منطقی است و صحبت‌های ایشان در جلسه کمیسیون امنیت ملی قانع کننده و قابل دفاع بود. جوکار عضو دیگر کمیسیون امنیت مجلس نیز گفت ظریف اظهار داشت رهبری از تماس تلفنی روحانی با اوباما و طولانی شدن گفتگوی من با جانکری گلایه کردند. در مقابل وزیر خارجه آخوند روحانی از تیتر ارگان خامنه‌ای کمرش گرفت و راهی بیمارستان شد. ظریف گفت بعد از دیدن تیتر یک روزنامه کمردرد و پادرد شدیدی گرفتم. حتی نمی توانستم راه بروم یا بنشینم.
فکر کردم دیسک کمر و سیاتیک گرفتم، اما مشکل من بیشتر عصبی و اسپاسم است. به هر حال روز تلخی بود، ولی برای من بسیار آموزنده. باعث تأسف است آنچرا که صراحتاً توافق شده بود محرمانه و غیر قابل نقل خواهد ماند در چند جمله خلاصه شد که هیچ ارتباطی با بحث مفصل من نداشت و به مطبوعات درس داده شد. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی نیز که به رفسنجانی نزدیک است گزارش داد کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر کیهان درباره اظهارات ظریف را تکذیب کرد. این روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه رژیم نیز نوشت متاسفانه در برخی موارد مطالب منتشره کاملا در مغایرت با اظهارات وزیر امور خارجه در این نشست بوده است. در همین حال ارگان ولی فقیه ارتجا در مورد تبعات خوردن زهر اتمی به باند رفسنجانی هشدار داد بحث به هسته‌ای ختم نمی شود و به موضوعات اساسی نظام ربط پیدا می کند. کیهان خامنه‌ای در سرمقاله امروز خود نوشت می توانیم با قاطعیت بگوییم مذاکرات ایران و 5+1 چه به نفع ایران و چه به ضرر ایران فیصله پیدا کند، تغییری در اعمال فشارهای غرب به ایران پدید نمی آورد. اگر ایران در این پرونده عقب نشینی کند، غرب را مطمئن می کند که با فشار می تواند به نتیجه مطلوب خود برسد. با این وصف نحوه مواجهه تیم مذاکره کننده نه فقط سرنوشت برنامه هسته‌ای من را، بلکه سرنوشت بسیاری از موضوعات اساسی و حساس مرتبط با ایران را مشخص می کند. تردید نیست که در این میان باراک اوباما چه در قالب نطق، چه در قالب تلفن و چه در قالب مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد تا بهبود شرایط را موکول به تأمین مواردی از سوی ایران نماید. از سوی دیگر در مجلس ارتجا نیز قاضی پور نماینده رژیم از باند خامنه‌ای با حمله به آخوند روحانی در مورد مذاکره با آمریکا گفت اکثر ما احتاج عمومی زهر و مردم که باید ارزان می شد کلانتر شده. علت امر آقای دکتر روحانی دست مطیز اعضای دولت همه نشستن دنبال هیاهوی مذاکره که نتیجه آن معلوم نیست و تعداد نیز از وزرا از آزادسازی قیمت ها صحبت می کنن. آیا این ضعف مدیر از کشور نیست که از ناس قبل از تثبیت قیمت ها و از یه شبه آزاد جان شود؟ آیا حقوق کارمندان عزیز افزایش یافته؟ قیمت ها را آزاد کرام می کنید؟ سر اختلاف طبقاتی را افزایش دهید؟ تلویزیون حکومتی نیز بخشای دیگری از جنگ گرگ ها را به نمایش گذاشت. آقای قدیری عبیانه، بعد از سفر آقای دکتر روحانی به نیویورک و بازتاب های وسیعی که در محافل خبری و سیاسی جهان و جمله در ایران داشت، ما شاهد اظهار نظرهای مختلفی در داخل کشور بودیم، از جمله سردار جعفری اینکه گفتگوی تلفنی آقای روحانی با اوباما رو یک اشتباه تاکتیکی دو نفر قلمداد کردن، و خب محافل رسانه‌ای، فضای مجازی و دیگر محافل سیاسی که در کنار حمایت‌هایی که کردند خب انتقاد هم به سفر آقای دکتر روحانی کردن، از جمله فواشه مقام معظم رهبری بود که حمایت همه جانبه کردن از رفتار دیپلماتیک کشور و دیپلماسی نوین جمهوری اسلامی و انتقادی رو هم در این باره مطرح فرمود مقام معظم رهبری. خب محافل سیاسی غربی این رو دستمایه کردن، همونطور که قبلا همون کار رو انجام میدادن. اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همواره دوگانه بوده و این دوگانگی در دولت 11 هم شاهدش هست. اگر بگیم انتقادی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، انتقاد سازنده‌ای که مطرح فرمودند در واقع به نحوه تاکتیک دولت بوده و نه استراتژی، چه پاسخ روشنی برای محافل سیاسی غرب داریم که الان این رو دستمایه نقد حاکمیت جمهوری اسلامی کردن؟ بله، نمیشه سیاست خارجی ما یک سیاستی جدای از مجموعه سیاست های ما باشه. مثلا تو این بود بحث نظامی هم مطرح است، اونا میگن گزینه نظامی روی میزه. گزینه نظامی خب ما در مقابلش باید اینو لحاظ بکنیم و کسی که در ایران فرمانده نیروهای نظامی است رهبری است و
اگر قرار هست یک سیاستی اتخاذ بشه، چه در بعد اقتصادی، چه در بعد سیاسی، چه در بعد بین الملل، چه در بعد نظامی، و در همه ابعاد باید یک مسیر رو دنبال کنه، یک سیاست باشه. نمیتونه مثلا این مسئله رو خود وزارت خارجه هم نسبت به دستگاه تجاری مطرح میکرد. نمیشه مثلا دیپلمات‌های ما برن بگن و بخندن و ببندن. از اون ور خب مقام آیده که روحانی اشاره کردن که در این سفر من با اختیار تام حضور پیدا میکنم در 68مین نشست اختیار تام مطابق با مصلحت. من اونطور که متوجه شدم چون اجازه پیدا کردم برای این مذاکرات، برای این سفر، برای اون تحت عنوان چیزی که به عنوان نرمش قهرمانانه مطرح شد، منتها قرار اینطور که ظاهر امر، من بر اساس ظاهر میگم نه بر اساس اطلاع بگیم، ظاهر امر این است که مجوز صادر شده بود برای مذاکره در سطح وزرا. اختیار تام معنیش چیه آقای قدیری؟ در این چارچوب اختیار تام، درست. مثلا اینکه تو مذاکره وزیر خارجه چی بگه؟ البته این تو نیست که وزیر خارجه بتونه بره بگه ما از حق خسته ایمون میگذاریم. شما میفرمایید که نتیجه مثبتی برای نظام جمهوری اسلامی نه. من به نظرم میاد که من تایید میکنم که دولت بره اونجا این تاکتیکای نرمش حالا تحت عنوان قهرمانانه مذاکره غیره، به خاطر جو داخلمون، به خاطر اینکه اون گروهی که فریب خوردن براشون روشن بشه و این روشن شدن برای ما یه دستاورد، یعنی برد برد در واقع برد برد میشه. اگرم به نتیجه نرسید ما بردیم. چرا؟ چون دست آمریکا برای دوستان ما، هموطنان ما، اونهاییش که فریب خوردن، ما تو انتخابات همین تبلیغات انتخاباتی تعداد قابل توجهی از نامزدان میگفتن با یه لبخند ما بریم، ما داشتیم نامزدی که میگه اگه ما یه لبخند بزنیم تو مذاکرات این چند میلیارد دلار برای ما درآمد داره. خیلی خوب، الان لبخندا زده شد، کو این درآمد؟ بنابراین این یه توهم خامه و من معتقدم بزرگترین دستاورد این نرمش قهرمانانه، این مذاکرات، این رفت آمدها، این خواهد بود. شناخت بیشتر از طرف. شناخت بیشتر از دشمنی اونا. دیگه دشمنی اونا رو نمیذارن پای لحن بد ما یا دیدار نکرده. و این کمک میکنه به انسجام ملی که بس. اگر فردا تحریمی تهدیدی خواست تشدید بشه، ما انسجام ملی داخل خودمون رو داشته. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد رئیس جمهور اوباما کاملا تصریح کرده است که تعامل ما با رژیم ایران بر اساس اقدام مادی و ملموس استوار خواهد بود. به افزود پنجره دیپلماتیک برای همیشه باز نخواهد بود. وزیر خارجه انگلستان بر لزوم تبعیت رژیم آخوندی از قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد. ویلیام هیگ در پارلمان انگلستان خطاب به قانونگذاران گفت ما نباید یک لحظه هم فراموش کنیم که در شرایط کنونی رژیم ایران همچنان در یک موضع مقابل جویانه علیه 6 قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و چند قطعنامه از سوی هیئت حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و در حال نصب سانتریفیوژ های بیشتری در تأسیسات اتمی خود است. وزیر خارجه انگلستان افزود در فقدان تغییر این سیاست ها ما همچنان به اعمال تحریم های قوی ادامه خواهیم داد. یک تغییر مادی در سیاست های بریتانیا با کشورهای غربی مستلزم یک تغییر مادی در برنامه اتمی این رژیم است. در این حال خبرگزاری رویتر گزارش داد غرب تحریم ها را در گفتگو با رژیم ایران کاهش نمی دهد. دیپلمات‌های غربی هر گونه توصیه که آمادگی جدید رژیم ایران در پهنه جهانی موجب کاهش فوری یا گسترده تحریم‌ها شود را کم اهمیت نشان دادند. مقامات ارشد آمریکا و اروپا مکرراً گفتند که آماده نیستند هیچ گونه امتیازی بدهند مگر اینکه رژیم ایران گام‌های مادی برای رفع نگرانی‌ها از برنامه اتمی‌اش بردارد. در حال حاضر چنین کاری مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای رژیم ایران ممنوع است و از این رژیم خواسته شده تا هر گونه غنی سازی را متوقف کند.